یه روزی، حالا توی افسانه هاست، توی قصه هاست، توی داستان هاست، هرچی هست، به هر حال پیام آموزنده و بزرگی داره. میخوام براتون بگم به مختصر. یه استادی که تصمیم گرفته بود دانشش رو بی‌دریغ در اختیار مردم بگذاره، راهی سفر شد. هر جا میرفت اون چه که بلد بود رو میگفت. یه جوونی پیله شد، گفت من میخوام شاگرد تو بشم. گفت ببین، تو باید خودت برداشت کنی و بفهمی. من به تو چیزی رو تحمیل نمی کنم، من به تو چیزی رو توصیه نمی کنم. تو باید خودت شکار کنی، یاد بگیری، بفهمی و به کار بگیری. گفت باش. یه چند روزی همینجوری با هم میرفتن. یه روز این شاگرد جوان جلوتر از استادش توی راهی میرفتن، شاخه یه درختی رو اینجوری گرفت کشید و یه دفعه کل شاخه درخت شکست. استاد بهش گفت که چرا این کارو کردی؟ گفت اومدم یه برگ بکنم، همینجوری یه دفعه کل شاخه ترد بود، شکست. اون استاد بهش گفت سریع شاخه رو ببر، بذار پای درخت، عذرخواهی کن، فوری بیا، وای نسیا. شاگرد گفت خب میبرم، عذرخواهی هم میکنم، چرا فوری بیام؟ گفت ها، به خاطر اینکه این درخت انقدر محبت زیاد داره در وجودش، فوری تو رو میبخشه و شیفته تو میشه. که چه انسان والایی اومد از من عذرخواهی کرد، یه جورایی عاشق تو میشه. تو که نمیتونی همیشه پای این درخت بمونی، بنابراین این از دوری تو زرد میشه، خشک میشه و میمیره. ببین این حکیم، این استاد با این کارش درس بزرگی داد به اون شاگرد و به همه آیندگان، به اونهایی که این ماجرا رو میشنن. درخت خیلی مهمه. آخه این چرا باید اینجوری بشه؟ این درخت چرا باید اینجوری بسوزه، جزغاله بشه؟ این هم مثل ما انسان ها حیات داره، زندگی میکنه، زیرشون تلی از خاکستره. باور کنید من فقط میخوام برم یه چیزایی رو ببینم که شما هم ببینید. من خودم نمیدونم دارم کجا میرم، تشنه، گرسنه، اما برای اینکه تکرار نشه یا خیلی کم تکرار بشه، تکرار میشه. جنگل‌های ایران رو ببینید، سوخت، چند نفر باش مردن، فراموش میکنن. دوباره طبیعت گردی و بریم دور همی تو طبیعت و کباب و آبگوشت بار بذارو و رعایت هم نمی کنیم اصلا. برای همین دارم میچرخم و فیلم میگیرم از این فاجعه که شاید بره تو ذهن یک کسی، یک کسانی ملاحظه طبیعت رو بیشتر بکنن، هوای درخت ها رو داشته باشن. این درخت ها به ما اکسیژن میدن، دیوکسید کربن رو میگیرن که سم اکسیژن به ما میدن که حیات زندگیه. از این کار بالاتر داریم؟ از این پالایشگاه تمیزتر داریم؟ نداریم. فاجعه، فاجعه، فاجعه. درست مثل این میمونه که من اومده باشم یه قتلگاه رو فیلم بگیرم. فاجعه.
جنگل های زیبای شهر مانوگات در استان آنتالیای ترکیه هنوز هم در آتش می سوزه. الان زیر پای من همینجور که دارم راه میرم زمین داغه، چه بسا زیر این خاکستر آتیشه. جنگل هنوز داره می سوزه. یک فاجعه طبیعی، مرگ درختان جنگل، مرگ درختان زیبای جنگل، و این اصلا خوشایند نیست. فرق نمی کنه، این طبیعت متعلق به همه ما انسان هاست. در کدوم سرزمین واقع شده مهم نیست. این خط‌کشی های جغرافیایی رو ما درست کردیم. طبیعت مال همه ما انسان هاست. من الان در کشور ترکیه زندگی میکنم، این طبیعت مال منه. من این درختان رو دوست دارم. حیف نیست؟ نگاه کنید. باور کنید من صدای شیون این درختان رو دارم میشنوام. من مرگشون رو دیدم. دیشب تا صبح من در کوران آتش در یک جهنم مشابه دیدم. من هم مثل این درخت ها سوختم. الان دو روزه که سرزمین زیبای مانوگات در آتش می‌سوزه. دیشب تا صبح برای من مثل کابوس گذشت. جنگل سوخت، تمام درختان جنگل سوختن، تلی از خاکستر و مرگ بر این دیار نشسته.
براستی چه چیزی جنگل رو با آتش کشید؟ یه ته سیگار روشن که به دست یه آدم بی ملاحظه یا یه بطری شکسته شده توسط یه آدمی که نوشیدنیشو خورد و شیشهشو شکست و نور خورشید توی اون شیشه شکسته حالت ذره‌بین پیدا کرد و جنگل رو به آتیش کشید، یا آتیش زیر خاکستر اون کسایی که اومدن توی جنگل و کباب درست کردن. براستی چه کسی جنگل رو با آتیش کشید؟ دیگه این حرف فایده ای نداره. جنگل سوخت، جنگل آتیش گرفت، جنگل مرد. ببینید آتش چگونه این درخت زیبا رو داره تهدید میکنه، یعنی به همین شکل تمام جنگل سوخت. آتش پیشروی میکنه، به درخت ها میرسه و درخت ها رو به یک بار با آتش میکشه. من باید اینو خاموش کنم. خسارت بسیار زیادی به کشاورزا، مزرعه دارا، باغدارای این سرزمین وارد شد. یعنی من 2 روز شاهدم که مردم محلی، صاحبان همین زمین‌های زراعی، همین باغ‌هایی که در حاشیه جنگل هست، زن و بچه، پیر و جوان،
در تلاشن که بتونن این آتیش رو خاموش کنن. مامورای شهرداری، مامورای آتش نشانی، پلیس، ژاندارما، همه دارن سعی میکنن این آتش رو کنترل کنن، ولی همچنان شعله های آتش زبانه میکشه و یه دفعه میبینی یه بخش وسیع از یه جنگلی در عرض یک ساعت سوخت. امروز در ماناوگات خورشید به گونه دیگری طلوع کرد. امروز خورشید شاهد یک سرزمین سوخته و در آتشه. همینجور که الان شما دارید میبینید کل این منطقه داره میسوزه. یعنی این باغها، این روستاها، این مزارع و جنگل‌هاشون داره می‌سوزه. جنگل‌های این سرزمین داره می‌سوزه. بله، امروز خورشید طلوع نافرجام، طلوع فاجعه باری رو شاهد بود. تمام باغهای این بندگان خدا در معرض خطر آتش گرفتنه. من پیش از این آتش سوزی های بزرگی رو در جنگل های زاگرس ایران دیده بودم، اما باور کنید این آتش سوزی خیلی مهیب تره. یعنی باور کنید شدت این سوختن جنگل مهیب‌تر از هر چیزیه که من تا حالا دیدم. الان همین قسمتی که دارید میبینید یک جنگلیه، یک بخشی از جنگله که
به یک ساعت نمیکشه که هیچ اثری ازش نمیمونه، میسوزه. خب یقینا کنترل این آتش سوزی کار ساده ای نیست، یعنی امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی ماهر و کمک مردم، همه اینها لازمه. باز هم مهار این آتش واقعا کار سختیه. الان یعنی امروز روز دوم این آتش سوزیه و تمام مزارع و باغ‌ها و خونه های روستایی ها و حتی شهر در معرض خطره. شب گذشته توی شراره های آتیش، توی اون جهنم مشابه، توی اون شیون و فریاد درخت های جنگل، من یه خانواده ای رو دیدم. ببین همه نیروها با هر امکاناتی که موجوده اومدن به کمک رسانی، یعنی هر کس به هر شکلی. من دیشب یه خانواده‌ای رو دیدم که با تمام وجودشون خودشون رو با آتیش می‌زدن برای اینکه مزرعه‌شون رو نجات بدن، برای اینکه ادوات کشاورزیشون رو، مرغا و جوجه ها و گوسفنداشون رو نجات بدن از خطر آتیش، خودشون رو به آتیش میزدن. شنیدید؟ میگن طرف خودش رو به آب آتیش میزد. من دیدم، هم سیل رو دیدم که مردم خودشون رو به آب میزنن، هم توی آتش دیدم که چگونه خودشون رو به آتش میزنن. صحنه شگفت‌انگیزی بود. یه جاهایی هست که آدم فرق بین مردم و کارمندان دولتی، پرسنل، مخصوصاً اونهایی که توی تیررس خطر قرار میگیرن مثل مامورای آتش نشانی، یه جایی هست، یه موقعیت هایی هست که مردم با اونها قاطی میشن، یعنی یکی میشن، چون یک دشمن وجود داره، یک خطر همه رو داره تهدید میکنه. اینجا اون جاییه که مسئول و پرسنل و مردم یکی میشن.
همه برای مهار اون مشکل. من دیشب دیدم چگونه اون مزرعه دار شلنگ رو از دست مأمور آتش نشانی گرفت. چرا؟ چون اون خسته شده بود و با اون شلنگ میرفت توی آتیشا. یعنی اینجور مواقع توی اینجور بحران ها آدم یه صحنه هایی رو میبینه که عجیبه و حرف هایی دارن برای گفتن. در مجموع من خودم الان دو روزه که دارم راه میرم. یه منطقه وسیعه، مناوات یه شهر بزرگیه با روستاهای بسیار، همشون توی آتیشن. الان شما همینجا رو اگر نگاه کنید دود فضا رو گرفته. الان زنا و بچه های روستایی دلشون تو مشتشونه که نکنه خونمون آتیش بگیره، نکنه مزرعمون بسوزه، چی کار کنیم؟ نگرانی موج میزنه الان بین مردم. ترس، استراب، استرس، ضرر، همه اینها حاصل این بلایای طبیعیه. واقعا من از خدا میخوام که هر چه سریعتر کمک کنه به این مردم که این آتش ویرانگر مهار بشه، مردم دوباره به زندگیشون بپردازن. درخت ها از بین رفتن، سالها طول میکشه که ما دوباره شاهد یه همچین جنگل های سرسبزی بشیم. اما به هر تقدیر شد. خدای خودت کمکشون کن. الان این منطقه‌ای که من هستم پلیس اجازه نمیده که هر کسی بیاد و بره، یعنی منطقه رو قرق کردن، بستن به خاطر اینکه مردم ازدحام نکنن، به خاطر اینکه مردم با ماشیناشون نیان عکس سلفی بگیرن با آتیش یا با سوختن خونه های مردم یا با چگونه آتش گرفتن یک بخش جنگل. کار خوبی هم میکنن، اما به هر تقدیر آنچه که مشهود نابودی جنگل، نابودی این سرزمین زیبا، این مشهوده. الان ساعت 6:30 صبح. توی خیابونای روستا همینجور ماشین آتش نشانی چپ و راست دو شیفت سه شیفت دارن آب میارن، آب میبرن، خاموش میکنن. خسته شدن، دو روز سخت و جانفرسا رو طی کردن. همینطور که میبینید جاده ها رو بستن، ماشین شخصی حق تردد ندارن که مامورا بتونن به راحتی کمک رسانی بکنن. من الان از یه منطقه دارم میرم یه منطقه دیگه، چون از دور دارم میبینم که به شدت دود همه جا رو فرا گرفته و شعله های آتیش از دور معلومه.
دارم خودم رو به اون منطقه میرسونم ببینم اونجا چه خبره. همین چند وقت پیش این مسیر روستایی، این جاده خاکی، یکی از خوشمنظرترین مکانهای این منطقه بوده، اما الان تلی از خاکستر، درختهایی که هنوز هم دارن می سوزن و اون مسیر زیبا دیگه اثری ازش نیست. دیشب همه اینها سوخت، یعنی اینجا کلن دیشب سوخت. واقعا جای تأسف داره. من رشادت و تلاش فداکارانه و صادقانه پرسنل اطفائیه، چه اونهایی که از طریق زمین با ماشینشون، با ماشین‌های آبکش و اطفاء حریق وارد عمل شدن، چه اونهایی که با هلیکوپتر در واقع آتش رو مهار کردن، واقعا من کارشون رو می ستایم، چون که دیدم چه جوری زحمت کشیدن، دیدم که چی کار کردن. الان شما ببینید اینجا یه، در واقع اینجا یه منظره بسیار زیبا، یه جای خیلی خوش، آب و هوا، رودخونه، چشمه، درخت ها همه سوخت. چند سال طول میکشه تا این درخت ها دوباره درخت بشن، مگر نسل بعدی دوباره همچین چشم‌اندازی رو ببینن. ببینید، من یه نکته ای رو برای کسانی که میخوان مستندساز بشن بگم، به دردشون میخوره حالا تو این موقعیت. گروه هایی که با تجهیزات و امکانات و ماشین و دوربین های مختلف و اینها میان محدودن. این گروه ها معمولاً
نمیتونن همه چیز رو از نزدیک ببینن. این هم خوبه هم بده. اینها مستند سازی نمیکنه، اینها گزارش تهیه میکنن، چون به هر حال به همون اندازه اومدن، سری میان رد میشن، میگیرن و میرن. اما یک مستندساز ماشین نمیخواد، گروه هم نمیخواد توی همچین مواردی ها. یه جایی حالا سیل اومده، زلزله اومده، آتش سوزی وسیعی شده، یه مستندساز با یه دوربین کوچولو، با یه دوربین سریع العمل با باتری فقط وارد منطقه میشه و قدم میزنه پیاده. از نزدیک همه چیز رو میبینه، نادیده ها رو میبینه، سوراخ سنبه ها رو میبینه. بنابراین خیلی فرق هست بین یه مستندساز و یه گروه تهیه گزارش یا رپورتاج. گفتم به هر حال اینو بگم، باید پیاده برید، بی آب و غذا، بی هیچ چیز دیگه ای، چشم بشید، شکارچی باشید و سوژه ها رو پیدا کنید، لحظه ها رو شکار کنید. این میشه مستند. اون وقت فیلمتون خیلی متفاوت میشه. اینجا الان بیشتر شبیه به یک قبرستانه، به یک مزار شبیه. دیشب سوخت. ببینید اون ارتفاعات همچنان در حال سوختنه. جنگل های اون منطقه که خیلی هم انبوه هستن الان دو روز داره میسوزه و همچنان ادامه داره. با هلیکوپتر هی آب میارن، مواد شیمیایی میارن میریزن که خاموش کنن، اما دوباره آتیش میگیره. ما هم که هرچی را میریم زیر پامون خاکستره فقط، یعنی هر واقع همه چی سوخت. مزرعه، باغ، بعضی خونه های روستایی، حاصل رنج و زحمت و تلاششون همه سوخت. یعنی الان شما دارید میبینید تمام این زمین ها سوخته. در یک چشم به هم زدن هر آنچه که بود سوخت و دود شد و هوا رفت. الان تنه این درخت رو ببینید. یعنی این آتیش یه تهدیدیه برای دامدارا، مزرعه دارا، باغدارا، روستایی های این منطقه. یه تهدید بزرگ، یک فاجعه، یک آتش مهیب و هولناک که یک خطر بسیار بزرگ هست برای این بندگان خدا.
این دره بسیار وسیع که اینجا میبینید به قول خود ترکا کمپلت سوخت، یعنی هنوزم هلیکوپتراشون در تلاشن تا آتش رو مهار کنن، ولی میبینید حتی این ور همش سوخت، کلن سوخت، که پیش از این توی یک جاده جنگلی قدم میزدی الان یک جاده سوخته، یک جنگل سوخته، خیلی خیلی خسارت وارد شده. یعنی مردم این منطقه ضرر بزرگی دادن. منم راستش البته مسیر رو گم نکردم، یه مستندساز جهت ها رو بلده، ولی تو پیچ و خم این دره و کوه و جنگل ها گم شدم. مهم نیست، به هر حال از خودم مراقبت میکنم و فیلم میگیرم تا بالاخره برسم به جاده اصلی. یه مقدار خیلی کمی هم آب با خودم دارم، این جرعه جرعه میخورم ولی محکم ادامه میدم. الان این جایی که اینور هست، این من اگر این مسیر جاده همین رو ادامه بدم در نهایت میرم به اون منطقه و بعدش میرم به بزرگراه اصلی آلانیا به آنتالیا. فقط افسوس، افسوس منی که عاشق فیلم گرفتن از زیبایی ها و جلوه های بانشات طبیعتم، الان تو این حادثه، تو این فاجعه طبیعی، به هر حال علی رغم میلم به هر حال باز با تصاویر این صحنه های دلخراش رو گرفت. میدونید هدف من از تولید این فیلم های مستند اینه که مردم که همیشه نقش اصلی رو بازی میکنن ببینن چه بلایی به سر طبیعتشون میاد وقتی که آخه اون همه زیبایی کجا رفت. به هر حال باید با این فیلم های مستند مردم رو آگاه کرد که آقا طبیعت خیلی ظریفه، طبیعت خیلی ظریفه، خیلی حساسه. این پوشالایی که پای درخت هاست با یه جرقه شعله ور میشن. ما باید به لطافت طبیعت لطیف نگاه کنیم، باید طبیعت رو نه به معنای کلمه، به معنای راستینش دوست داشته باشیم. ما از طبیعت بر اومدیم. الان شما اینجا رو نگاه کن، آخه این چه صحنه ای؟ اینجا رو ببینید، خودتون قضاوت کنید. ببین کل این منطقه سوخته. خب چرا یک درصد ممکنه
گرمایی نداره اینجا، گرم هست ولی الان تو این فصل، اونم این منطقه کوهستانی، نه 1% شاید عامل این آتش سوزی خود طبیعت باشه، اما من مطمئنم 99% عامل انسانی باعثی همچی فاجعه ای شده. 99%. براستی چه چیزی جنگل رو با آتش کشید؟ خورشید تن تلایی، زمین برات تلاکه، نگو تلاکه پاکه، چه منتش به خاکه. زمین که عاشق توست، حیفه تو شب بمیره، حیفه سراغ تو از ستاره ها بگیره. خورشید خانوم آفتاب تو، شبا اسیر خواب تو، مجمر نور و بردار، یخ زمین و آب تو. خورشید خانوم آفتاب شبا حسیر خان کن، مجمر نور و بندر زمین.